بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با پرویش خواجزاده رئیس اتحادیه سرتاسری زوب آهن و اسمت وردک رئیس شرکت کابل فولاد مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید آمد. آقای خواجزاده در آخواست میخوایم از شما بدانیم که با وجود از ای که ما میتونیم کارخانه های خیلی زیاد داشته باشیم و در قسمت آهن تولیدات هم اما باز هم دلیلی که نگرانی وجود دارد در مورد ورشکست شدن کارخانه های افغانستان چه هست؟ به نام خدا سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون تلونیوز نیوز ببینین سنحت زوباهن یا سکتور زبان در این سه سال اخیر یک رشد قابل ملاحظه داشته از نظر کیفیت کمیت از نظر میارهای جهانی از همه نظرها ما هیچ مشکل فعلا نداریم صرف نگرانی ما از عدم همکاری حکومت هست و عدم همکاری حکومت میتونه که این فابریکاتا به سوی نابودی سوق بده مشخص بگوین که حکومت چه همکاری نکرده باشه ببینین ما از حکومت نه زمین خواستیم نه پیسه خواستیم نه کدام قرضه بانکی خواستیم نه برق گفتیم نسبت به کشورهای همسایه که در یک روپه است ما اینجا ده روپه استفاده میکنیم برای ما کم کنه ما از حکومت میخواییم به واردات بیرویه آین که از طرف کشورهای همسایه دامپینگ میشه و زیر قیمت جهانی به افغانستان به فروش میرسه ای, ای را جلوگیری کنه ما نمیگیم که جلوگیری کنه که هیچ واردات بند کنه ما میگیم از طریق بالا بردن طرفه جلوی دمپنگ ها رو بگیره که از یک طرف حکومت اواید حکومت افزایش پیدا کنه از طرف دیگه همین فابریکات که فعلا موجود است این فابریکات به سر پای خود استاد شوه و رشد که تا حال داشته از یوم بیشتر رشد کنه ممنون آقای وردک شما فکر میکنین آیا راه حل بلند بردن تعرفه های گمرکی هست بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون تلونیوز بدون شک شما در جریان هستین در اخبار دیدین که وقتی که های اخیر بین ایالات متحده آمریکا و چین آمد سر مسائل تعرفه بود دیگه کدام مسئله ای نبود تمام کشورهایی که رو به رشد هستند مثل افغانستان مورد دیگه وسایل بدون تعرفه ندارن حال حکومت برای ما انرژی برق ارزانتر تر داده نمیتونه مثل که حالا در ایران یک کیلووات برق به نیم افغانی است ولی اینجا به 6.75 افغانی است در ایران منابع بشری ترند برای فابریکات زاوباهن موجود است ولی ما کلش از بیرون میاریم در ایران معدن در اختیار فابریکادار است میتونه که هر چقدر که استعمال کنه از معدن بگیره و در پالوی از او انرژی کافی که از هر لحاظ در ایران موجود است در دسترس فابریکادارانشان است و از طرف دیگه یک مشکلی که در آخر پیدا شده ای است که ایران از سوی جامعه جهانی به تحریم رفته هیچ طرف ایران نمیتونه که مال خود صادر کنه یگانه کشوری که میتونه مال خود به آسانی به افغانستان وارد کنه او کشور ما شما افغانستان است و اینجا هم ما نمیتونیم بنابر امو پیمان هایی که ما داریم یا بنابر اونمو دلایلی که ما داریم که ما بتونیم که جلوگیری کنیم ما نکنیم که ایران اینجا نیاره نه ای حل هم نیست ولی رای حل ای است که در پالوی از وقتی که ما متضرر میشیم فابریکات ما متضرر میشه و حکومت برای از یک تعرفه امایوی برای تولیدات داخلی خود وزن میکنه بعد بختان امو تعرفه ایرم که ما داشتیم در دا گمرکات و شکل سعیش وزن نمیشه تمام اموال از تمام بنادر قاچاق می باز بالاخره ما مجبور شدیم رفتیم امرای حکومت ششتیم که تعرفه آهانالات یک چیزی بالا ببره اونا وعده کردن که ما را بالا میبریم متاسفانه بالا با خو نبردن تعرفی گمرکی را اما قیمتی که از او اونا محصول میگیرن در دیتابیس گمرکات که است او را پایین آوردن از 550 دلار به 350 دلار که بسیار سخت ضربه ما را زده و از طرف دیگه مشکلات دیگه هم ما داریم که به او هم ان شاء الله ممنون آقای خواجه در مورد ای که از حکومت افغانستان خواسته شده که باید تعرفه های وضع شوند تا حالا زمینی از این مساعد شود و که کارخانه های که زوب آهن در داخل کشور است رقابت کرده بتانه چرا به این خواست لابعی گفته نشده؟ دلیل را که مطرح میکنن چی است؟ ببینین ما بارها درخواست از حکومت کردیم هیچ نوع اقدام در این راستا صورت نگرفته و ما هم تا فعلا این را نفهمیدیم خواسته ما کدام خواسته نامشروع نیست خواسته یعنی ما... جوابش را شما دریافت ایت نکردیم. ایت جواب رو ما دریافت نکردیم به جای از ای که حتی مسئول یا طرفه بالا بره متاسفانه در چند روز اخیر قیمت دیتابیز از طوری که وردک صاحب هم اشاره کردن از 5.500 دلار به 3.500 دلار کاهش پیدا کرده که یعنی اما تعرفه قبلی هم کمتر تطبیق میشه در بسیاری از موارد برای حمایت از کارخانه ها و تولیدات افغانستان برنامه های وجود داشته که باید حکومت افغانستان موارد را که خریداری میکنه از تولیدات داخلی باشه یا پیمان ها باید از تولیدات داخلی باشه آیا در قسمت زاب آهن و آهنالات هم این مسئله مد نظر گرفته شده؟ ببینن در حکم رئیس صاحب جمهور واضح است که از همه انواع تولیدات داخلی تا 25 درصد برای پیمان های دولتی باید هرجایت داده شود و از وی تولیدات استفاده شود که متاسفانه بسیار به مقدار اندک اگر یگان فابریکات قرار های دولت داشته و او هم به قیمت رقابتی بازار آزاد نه که او 25 فیصد سر از آمده باشه به قیمت رقابتی که کشورهای همسایه یا تاجرهایی که از اونجا وارد میکنه به او قیمت ما به حکومت ممکن بسیار به شکل محدود قرارداد کرده باشیم که او هیچ نوع امایه را نمیشه که حساب کنیم در قسمت سیاست دمپنگ کشورها میشه بیشتر برای ما بگوین که آیا راه یا شیوی وجود داره که از این سیاست جلوگیری شود؟ ببینین تمام کشورهای دنیا در مبارزه با دمپنگ یگانه راهش امی تعرفه بالا بردن طرف است شما اگر در سازمان تجارت جهانی هم یک ماده شینمی است که اگر کشورها به دامپینگ دست میزنه باید اینمی یگانه رای جلوگیری از دامپینگ و پیشگیری از دامپینگ اینمی بلند بردن طرف است که بتانه توازن برقرار کنه بین تولیدات داخلی هم و کشور و واردات دگر رای وجود نداره ممنون آقای وردک حالا در مورد صنایع آهن افغانستان وقت صحبت صورت میگیره میخوایم بدانیم راههایی که حمایت صورت بگیره تا بتانن کارخانداران به قیمت مناسب تولیدات داشته باشن چه هست؟ حمایت صورت گرفته قانون تدارکات افغانستان اینجا سراحت داره که این اینجا دست است ماده چهارم می شکم میکنه که شما 25 فیصد تمام تولیدات داخلی را ارجیات در تمام پروژه های دولتی با اساس از این ما رفتیم از جناب مقام ولایت هرات از والی صاحب مکتوب گرفتیم که بر ما مکتوب داده که برین شما از فابریکات ازی خریداری کنین در پروژه های بنایی که این مال زیر کار است استفاده کنین ولی مشکل اینجاست که مشکل فساد است اونمو کسایی که پروژه دارن اونمو شرکت بنایی که ال 20000 هزار سیخ گل تون 20 هزار تون میخواه بخره اونمو را از شرکتهایی که وارد میکنه از ایران از نام میخرن از ما نمیخرن به خاطر ازی که اونجا در قرارداد برشان زمینه فساد فراهم شده دیگه خو از اضافه تر نی رئیس جمهور میتونه که برای امر ما بگی داره و هم دیگه کاری کرده میتونه قانون پاس کرده کردیم و ها در این زمینه ادامه خواهیم داد در این لحظات میان برنامه ادامه بست آقای وردک حالا آیا در کل طرفه هم تغییرات به میان میه برای از اینکه در این زمینه بتونن مشکلات را حل بسازن یا بر علاوه شما را بتونن از این سو استفاده بکنن چون این چیز وجود داشت بله بدون شک تمام اسناد و مدارک شمرای ما موجود است من بر شما یک مثال میگم ما بر علاوه از شرکت زوباهن دارم یک فابریکه نساجی تک پلاس هم در دا ایراد دارم که در بخش تولیدات بودجی کار میکنن یک شخص یک شرکت در چهار ماه شش دفعه قیمت را هم تغییر داده دا قیمت گذاری باز که اونجا کارش نشده ما رفتیم جلوگیری کردیم آمده تعرفه را تغییر داده باز که در تعرفه نشده موین سابه گمرکات خودشان حکم دادن که حکم موین سابه گمرکات است اونا حکم دادن که برن این را بررسی کنن وقتی که عیت برازی توضیف میشه که میبینه که یک

مثلا ما به شما بگویم چهار نفر در گمرکات شیشته است ما 8 میلیارد دلار واردات داریم همین 8 میلیارد دلار قیمت به دست اینمی 4 نفر است اگه این 4 نفر بخوان این قیمت تا میشه بالا میشه تغییر می کنه هیچ نوع نظارت مرجعی که از این بوتون نظارت کنه نیست ما اما آیا این قیمت ها ثابت نیستن این قیمت ها ثابت است متاسفانه اونا امو اسناد و امو چیزای جلیل برش جور میکنن که باز دو وقتی که سرشان فشار به رو ارائه میکنن که تو موضوع اگر نی بازار جهانی بین المللی آهن فولاد شما ببینید 550 تا 600 دلار قیمت داره اینا آوردن به 350 دلار ما هم دلایل است که ده, ده سال دوازده سال چهار نفر در یک شعبه ششته باشه اینا نه تغییر میشن نه تبدیل میشن نه میشن نه مجازات میشن آ اینا فرشته هستن آ اینا دیگه کار ندارن چرا اینا به بمی... کد دمی گمرکات ششته هستن و این سبب سوء استفاده از اینمی خود اینمی مردم هستن ممنون آقای خواجه زاده ادعای در زمینی فساد وجود داره می بدانیم در کنار از اینکه که سیاست های دمپنگ کشورها هست این مسئله تا چه حد تانسته که ضرر وارد بکنه به کارخانه داران سرمایه گذاران ببینین از فساد در افغانستان هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه متاسفانه متاسفانه یکی از فاسدترین کشورهای دنیا هستیم یک فساد عمده که در سکتور زاو وجود داره که این سکتور باز هم به طرف نابودی میکشانه کاچاق آینالات داغمه است ما حدوداً به 14 الا 15 ولایت به داغمه آینالات داغمش دسترسی داریم یعنی 19 الا 20 ولایت ما به هیچ نوع دامجات از او ولایت دسترسی نداریم مستقیم از اونجا تولید میشه روزانه و از اونجا مستقیم به طرف کشورهای همسایه کاچاق میشه به خصوص تاکنون برای جلوگیری از قاچاق صورت نگرفته ببینید رئیس به جمهور حکم قاطی داده که حتی در هر گوشه از افغانستان موتر کاچاق پیدا شوه شو و باید در گمرک آورده شود و ضبط شو متاسفانه ما تا حالا با وجود که هزاران تن در هر روز در هر ماه کاچاق میشه ما متاسفانه تا حال شاهد از این نبودیم یک موتر در یک گمرو که سردی آمده باشه و ضبط شده باشه یعنی و دلیل فساد است؟ مشخصا مشخصا مترایی که هشتاد تن افتاد تون, تون به شکل علنی بارگیری میشه و از مرزا میگذره ای خوب بدون فساد به این شکل علنی نمیتونه که عبور کنه از مرز اما چرا نهادهای مسئول اداره مسئول در این زمینه تاکنون اقدام نکردن با وجود که رئیس جمهور قاطعا حکم کرده در این ببینید را که چرا نهادهای مسئول در این زمینه اقدام نکردن این با از دید شما مشکل در کجا است کنون اقدام مشکل در فساد است مشکل در فساد است در قسمت از ای که باید جلوی فساد گرفته شود ایرا خود رئیس را جمهور میتونه یک اکم قاطی در بخش قاچاق انالات در همه گمرکات در همه سرحدا باید یک اکم با تقیب اکم قبلی بتا که ما بتانیم از این قاچاق دگه جلوگیری شود در این زمان میخواستم یک چیز رو تحصیح کنیم که پیشتر در گزارش شنیدیم که جای کار برای 1200 تن گفته شد از طرف همکار شما که کنیم دوازده هزار تن در صنعت زوب آهن اشتغال بکار داره و به این تعداد مستقیم است و حتی غیر مستقیم هم بازاران تن ممنون است شما شکر. پرویز خواجزاده رئیس اتحادیه سرتاسری زوب آهن و اسمتلا وردک رئیس شرکت کابل فولاد از حضور شما در برنامه ما تشکر.